در ارتباط مستقیم هستیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه که از واشنگتن به ما ملحق شدن. آقای ندیمی، خوش آمدید به برنامه. مقام های ایرانی میگن که این هواپیما در صورت هدف گرفته شدن توسط سامانه موشک ضد هوایی باید تو هوا منفجر میشد و قطعاتش پخش میشد، اون هم در منطقه وسیع. نظر شما در مورد این استدلال ها و موضع ایران چه است؟ ببینید، شرایط هر پرواز و هر حادثه ای مختص به خودش هست و درسته که تجربیات گذشته هم میشه در نظر گرفت، ولی در این مورد خاص هواپیمای بوئینگ 737 در ارتفاع 8000 پا در حالی که همچنان داشته به ارتفاعش اضافه میکرده، بر سرعتش اضافه میکرده، ناگهان از روی صفحه رادار محو میشه و حتی خلبان فرصت نمیکنه که اعلام وضعیت رو استرالی بکنه. از طرف دیگه ما فیلم هایی رو در اینترنت میبینیم، افرادی از روی زمین این فیلم ها رو گرفتن که یک موشک از روی زمین شلیک میشه. دقیقا وقتی که بررسی کردن و مسیر فیلم برداری رو مقایسه کردن با عکس ماهواره‌ای، به این نتیجه رسیدن که این دقیقا در مسیر پرواز هواپیما هست و این موشک به هواپیما برخورد میکنه، انفجاری رخ میده و ظاهرا تا یه مدتی این هواپیما مسیر خودش رو ادامه میده. ببینید، موشک سیستم تورنوان حدود 15 کیلوگرم وزن داره سر جنگیش و سر جنگی این موشک از نوع ترکش شونده هستش با فیوز مجاورتی رادیویی. یعنی وقتی که موشک به یک فاصله مشخصی از هدف خودش میرسه، سر جنگی فعال میشه، منفجر میشه و یک بارانی از ترکش‌های ریز رو به سمت هواپیما متمرکز میکنه. در این مورد خاص این احتمال وجود داشته به خاطر کوچک بودن سر جنگی هواپیما و استحکام زیاد بدنه یک هواپیمای بوئینگ 737. این انفجار باعث از هم پاشیدن بدنه هواپیما به صورت فوری نشده باشه و همینطور که ما در فیلم هایی که شهروندان دیگه در دقایق بعد از برخورد موشک به هواپیما گرفتن میبینیم، بدنه هواپیما در حالی که به طور کامل در حال سوختن هست به نظر میرسه که هنوز یک پاشگی خودش رو حفظ کرده. اگه مقایسه بکنیم با پرواز MH17 خطوط هوای مالزی که در سال 2014 روی اوکراین یک موشک بوک بهش اصابت کرد، اون موشک سر جنگی 70 کیلویی داشت و این برخورد هم در ارتفاع نزدیک 33000 پایی انجام گرفت. بنابراین می‌بینیم که در اون زمان هم اول قسمت دماغه هواپیما جدا میشه چون انفجار در بالای کاکپیت هواپیما صورت گرفته و به تدریج قسمت‌های دیگه جدا میشن. یک بازه زمانی 1 تا 1.5 دقیقه طول میکشه تا هواپیما به زمین بخوره. یه مسافت حدود 30 کیلومتر رو طی میکنه تا از لحظه ای که در واقع جدا میشه تا زمانی که هواپیما به زمین بخوره. پس میبینیم که در این زمان هم در این مورد هم احتمال این که هواپیما بدون این که به طور کامل متلاشی بشه به خاطر اینکه ارتفاع هواپیما هنوز زیاد نبوده وجود داشته. تا حدی هم بستگی داره به نقطه انفجار موشک در نسبت به بدنه هواپیما. برخورد موشک با هواپیمای مسافربری اتفاقی است که قبلا هم در مواردی رخ داده، از جمله وقتی آمریکا هواپیمای ایران رو بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد. اصولا چه شرایطی ممکنه به بروز یک همچین حادثه‌ای بیانجامه که یک هواپیمای مسافربری اشتباهاً هدف قرار بگیره؟ در دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، هم غیر عدم هماهنگی بین سیستم های پدافند هوایی نظامی و شبکه های کنترل پرواز غیر نظامی میتونه باعث بشه و همینطور یک سلسله از خطاهای انسانی و خطاهای سیستمیک. مثلا در مورد هواپیمای ایرباس که به وسیله یک ناو آمریکایی سرنگون شد در حالی که مشغول درگیری بوده با قایق‌های توپدار ایران، در اون زمان یک سلسله اشتباهات انسانی و سیستمیک باعث شد که این هواپیما اشتباه گرفته بشه با یک هواپیمای جنگنده و
مسیر هواپیما به جای اینکه برای مثال در حال اوجگیری بوده اشتباها در حال کاهش ارتفاع تشخیص داده بشه و به خاطر نزدیک بودن هواپیما با موقعیت کشتی و شرایط جنگی و استرسی که وجود داشته کاپیتان کشتی یک تصمیم اشتباه میگیره و موشک‌ها رو شلیک میکنه. دو موشک استاندارد شلیک میشن به خاطر سر جنگی بزرگ و قوی که موشک رو داشتن و برخورد که میکنن مستقیم به ریشه بال هواپیما، هواپیما به طور فوری از هم میپاشه و مفجر میشه. ولی من این مقایسه رو میخوام مجددا بکنم، در این مورد به خاطر اینکه موشک تور ان وان که به نظر میرسه در این مورد نظر هست، سر جنگی بس کوچکی داره و کلا موشک کوچیکی هست و همینطور که عرض کردم فیوز مجاورتی داره. متشکرم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه که از پایتخت آمریکا با ما صحبت میکردن. با توجه به اینکه مبنای این گزارش ها لصد ماهواره ای آمریکا عنوان شده، چقدر به این گزارش های موضوع سندیت میده؟ رصد ماهواره ای میتونه سندیت زیادی بده به این گزارش از این نظر که وزارت دفاع آمریکا یک شبکه ای از ماهواره های هشدار دهنده مادون قرمز در مدار 36000 کیلومتری زمین داره که این ماهواره ها به طور ثابت با حرکت زمین هماهنگ هستن و میتونن همزمان کل سطح زمین رو پوشش بدن و هر گونه شلیک موشک رو با تلسکوپ های مادون قرمز بسیار حساسی که دارن تشخیص بدن و حتی نوع اون موشک هم میتونن بر اساس مقدار شعله تولید شده با تخمین بالا احتمال بدن و تشخیص بدن. در این مورد هم احتمالاً به همین روش این تشخیص انجام گرفته و حتی بعد از شلیک موشک‌ها و برخورد موشک‌ها و انفجار این موشک با هواپیما هم طبیعتاً روی ماهواره کاملاً کشف میشه و ثبت میشه و اینا نواراش موجود هست. اگر روزی یک بررسی بین‌المللی انجام بگیره برای این سانحه و از آمریکا خواسته بشه که نوارها این اطلاعات رو در اختیار هیئت بررسی سانحه قرار بده، فکر میکنم خیلی نکات رو میتونه روشن بکنه. با توجه به اینکه حملات موشکی ایران به عراق از مناطق دیگری در داخل ایران صورت گرفته، مخصوصا از کرمان، چطور ممکنه که اینجا موشکی اصابت کرده باشه در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران به این هواپیما؟ ببینید اینجا بحث موشک‌های زمین به زمینی که سپاه به سمت عراق شلیک کرده نیست. در محدوده تهران منطقه پدافند هوایی مرکزیه که به طور مشترک توسط نیروی پدافند هوایی ارتش و همینطور نحسا یا نیروی هوایی سپاه اداره میشه. انواع سیستم‌های پدافندی در این منطقه مستقر هستند. در ناحیه فرودگاه امام خمینی و مقبره آقای خمینی یک سیستم استیوی است، نیرو هوایی هست، نیرو پدافند هوایی هست و دو سیستم HQ2 و همینطور سوم خرداد سپاه هست. اینا سیستم‌های ثابت هستند که اینا سایت‌هاشون ثابت هست. افرادی که تردد می‌کنن به فرودگاه امام خمینی میتونن در کنار اتوبان این سایت ها رو ببینن، ولی سیستمی که احتمال داده میشه در این سانحه نقش داشته و اونطور که گفته میشه شلیک موشک انجام داده به اشتباه، در حقیقت سیستم موشکی تور ام وان هست که ساخت روسیه هست، در اختیار نیروی هوایی سپاه، یک سیستم متحرک هست، روی یک خودرو شنیدار حرکت میکنه. رادار تورنوان حدود 22 کیلومتر برد داره و موشکایی که شلیک میکنه هم موشکای به نسبت کوچیکی هستن، از 1.5 کیلومتر تا حدود 12 کیلومتر برد این موشک هاست. این تورنوان میتونه به طور همزمان دو هدف رو باهاشون درگیر بشه و به سمت هر هدف به حدود 2 یا 3 موشک شلیک بکنه. عکسایی هم که ما دیدیم، عکسایی که تایید نشده البته هنوز که مربوط به این نقطه
مختلف این زمان باشه نشون میده که قسمت دماغه یک موشک تورن وان هستش و اینو به صورت قطعی میشه گفتش که موشکی که دماغه موشکی که من دیدم مربوط به سیستم تورن وان هستش. اینو یک سیستم پدافند هوایی هست. در سال 1384 ایران در یک قرارداد از روسیه 29 آتشبارش رو خریداری کرده به ارزش مجموعاً 700 میلیون دلار. مقامات آمریکایی گفتن ممکنه که اشتباهی صورت گرفته باشه. آیا ممکنه که افرادی به صورت خودسر اقدام به پرتاب موشک کرده باشن اون هم در چنین منطقه مهمی؟ ببینید آقای حاجی‌زاده در کنفرانس خبری اخیرشون گفتن که سپاه احتمال میداده که پاسخی از آمریکا دریافت بکنه پس از حمله موشکی که انجام داده و در آماده باش 100% قرار داشتن. آماده باش 100% شامل تمام سیستم های پدافند هوایی ایران هم میشه. ایران یک سیستم پدافند هوایی یک پارچه داره، شبکه پدافند هوایی یک پارچه داره تحت نظر قرارگاه خاتم الانبیا که هم سپاه و هم ارتش رو تحت نظر داره، ولی در عین حال سپاه هم حق در حقیقت اختیار اداره خود مختار سیستم های پدافند هوایی خودش رو از جمله تورن وان رو برای خودش قائل هست و در این مورد هم احتمال اینکه فرمانده محلی و فرمانده آتشبار به اشتباه این هواپیما رو یک هواپیما یا یک موشک متخاصم شناسایی کرده و به اشتباه دستور شلیک داده وجود داره. اگر یادتون باشه زمانی که هواپیما بدون سرنشین آمریکایی رو در تنگه هرمز سردون کردن، اون موقع سپاه گفتش که فرمانده محلی، یک فرمانده جوان محلی به تشخیص خودش دستور شلیک داده و به خاطر این کارم ایشون تشویق شده. آقای ندیمی، با توجه به اینکه احتمالاتی که خب میتونه به قطعیت نزدیک باشه الان مطرح هست، ولی در موارد این چنینی باید چطور این موضوعات اعلام بشه، مخصوصا اینکه میدونیم تعداد زیادی الان از این خبر ممکنه آسیب ببینن و خیلی ممکنه اونها رو ناراحت و یا نگران بکنه؟ بله، البته این جزئیاتی که من عرض کردم خدمتتون در پاسخ به سوال خاص شما بوده، ولی در این شرایط منظورم خبر گزارش رسانه‌های آمریکا و اینکه با این قطعیت چنین چیزی رو بیان می‌کنند هست. بله، رسانه‌های آمریکا با توجه به گزارش پنتاگون بوده. پنتاگون همیشه اطمینان زیادی داره به اطلاعاتی که از ماهواره‌های تشخیص شلیک موشکشون دارن و ولی در این مورد خاص باید یه مقدار احتیاط به خرج داد، باید این شواهد چی نشون میده. ببینید در موردی که هواپیمای مالزیایی که سال 2014 اگر بینندگان یادشون باشه بر فراز اوکراین به اشتباه یک سیستم پدافند هوایی شورشیان اوکراینی طرفدار روسیه در شرق اوکراین این هواپیما رو سرنگون کردن، صدها نفر از سرنشینان این هواپیما جون خودشون رو از دست دادن به خاطر این اشتباه. در اون زمان دولت اوکراین چون یکی از ذینفعان بود، اون روسیه اوکراین متهم کرده بود که در سرنگونی این هواپیما نقش داشته، اون زمان دولت اوکراین از دولت هلند درخواست کرد که رهبری بررسی سانحه رو به عهده بگیره به خاطر اینکه خود دولت اوکراین در جنگ بود با شورشیان و یک به نوعی نمیتونست کاملا بی‌طرفانه شاید عمل بکنه. دولت هلند بررسی سانحه رو به عهده گرفت و در نهایت تشخیص داد که برخورد یک موشک بوک از سمت شورشیان به این هواپیما باعث سرنگونی اون شد. متشکرم از شما فرزین ندیم، خبرنگار امور هواپیمایی و پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه.